سلام سلام، حالتون، احوالتون چطورین؟ خوبین؟ دوستای عزیز، در رابطه به الحاق خانواده و الحاق پارتنر زندگی در ویدیو جداگانه من توضیح دادم، لطفا کسایی که ندیدن برن ببینن. خب فعلا میخوام در رابطه به اسپانسرشیپ کانادا یکان معلومات و توضیحات بدم که اسپانسرشیپ کانادا از طریق نهادهای خصوصی هم میشه و از طریق گروه 5 نفره که چه شرایط و چه مدارکی لازمه رو میخوام براتون توضیح بدم. دوستان در ابتدا بگویم که میخوام خیلی ساده و عامیانه همراهتون گپ بزنم و توضیح بدم. کسی که میخواد اسپانسری شما را کنه به تنهایی نمیتونه، باید 4 نفر زامن دیگر هم پیدا کنه تا اسپانسری شما صورت بگیره که او را میگه اسپانسری 5 نفره، 4 نفر زامن، 1 نفر اسپانسر اصلی. خب این 5 نفر باید اقامت دائم کانادا داشته باشن، باید 18 سال خود پوره کرده باشن و نفر اصلی، اما اسپانسر اصلی باید مدارک که درآمدش نشان میده در دولت کانادا نشان بده و کار فول تایم داشته باشه. و از این 5 نفر 2 نفر دیگه اگه پارت تایم هم کار داشته باشم درسته، او 2 نفر هم اگه بیکار خانه خوام باشم میشه. پس چی شد؟ نفر اصلی فول تایم، 2 نفر دیگه پارت تایم، او 2 نفر دیگه هم بیکار باشه هم میشه. خب یه شرایط دیگه هم داره که اسپانسر اصلی نباید از هیچ جایی کمک دریافت کنه، چه فود بانک چه حالا کمک های دولتی دیگه، باید کاملا مستقل و روپای خودش باشه. و خب به مدت 1 سال باید یک سری هزینه ها را در حساب خودت بک میکنه به مدت 1 سال و شما به مدت 1 سال نمیتونین او پول از حسابتان خارج کنین، باید به مدت 1 سال امو هزینه که هر تعداد نفری که هستین در حساب بانکیتان باشه و اسپانسر اصلیتان ده یک حساب به نام خودتان در کانادا باز میکنه و او هزینه ها را در حساب خودتان میگذاره و به مدت 1 سال باید در او حساب باشه و به مدت 1 سال تمام اتفاقایی که میفته به دوش اسپانسر اصلیه. اگه خدای نخواسته اتفاقی بیفته دولت یقه اسپانسر اصلی را میگیره. برای همیه که هیچ کسی به راحتی قبول نمیکنه اسپانسری را، چون خیلی مسئولیت سنگینی را داره، خصوصا بیگانا که هیچ وقت این کار را نمیکنه، خیلی سخته. ایران بگویم کسایی که از طریق اسپانسری میاین هیچ گونه کمکی از طرف دولت بهشان تعلق نمیگیرن. این کمک هایی که من از طرف دولت میشوم هیچ کدامیشه کسایی که از طریق اسپانسری میان دریافت نمیکنن. تمام هزینه ها به دوش اسپانسرشه، همون کسی که تو را آورده به مدت 1 سال باید تمام هزینه های تو را پرداخت کنه و تمام کارهای اداری تو را همون اسپانسرت باید انجام بده. بریم سر اصل موضوع که چقدر هزینه در بر داره. خب من دقیق نوشته کردم که یادم نره، برای 1 نفر 16,000 دلار کانادا، آمریکا نه، دلار کانادا لازمه، یعنی 16,000 دلار باید در حسابت بک شوه. برای 2 نفر 24,800 دلار کانادا، برای 3 نفر 26,700 دلار کانادا، برای 4 نفر 28,700 دلار کانادا، برای 5 نفر 32,300 دلار کانادا، برای 6 نفر 35,500 دلار کانادا. الان اگه تعدادتان بیشتر از 6 نفر باشه 2,700 بهش اضافه میکنین. مثلا خانواده 7 نفره هستین، هزینه شما میشه 38,400 دلار کانادا. اگه خانواده 8 نفره باشین در این 38,400 دلار کانادا 2,700 دلار کانادا اضافه کو که میشن 41,100. به این ترتیب اگه از 6 نفر بیشتر باشین باید 2,700 اضافه کنین که به مدت 1 سال باید این هزینه ها در حسابتان بکشوه.
دوستای عزیز نگفته نمانه که یکی از شرایط اسپانسری ایه که شما باید در کشور دوم باشین و سطح سازمان ملل باشین که دولت کانادا در ماه اکتبر 2022 یعنی دو ماه پیش اعلام کرد که کسایی که سبت سازمان ملل نیسته هم میتونن از طریق اسپانسری وارد کانادا بشن و این سهولت فقط برای یک سال گذاشته، یعنی در اکتبر سال 2023 این تایمش تمام میشه. حالا معلوم نیسته که دوباره تمدید میکنه یا نه، همین سهولت هم گذاشته هم خانش آباد. دوستای عزیز خدا کنه که این معلومات برای تان مفید واقع شده باشه. باور کنید اگه پیش یک مشاور یا یک وکیل برین ازتان بخاطر همین معلومات $100 میگیره ساعتی دیگه. من مهنت سرتان نمیذارم ولی خوشحال میشم. خواهشم ایه که ویدیوهای من رو شیر کنید، با دوستایتان به اشتراک بذارید، لایک کنید، کامنت بگذارید و اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.